خب امیانان ارجمندم گر نبودی در جهان امکانه گفت که توانستی گونه معنا شکل بار گذشته در گفتگو با آقای دکتر محسن سازگار هستیم به یکی از غمانگیزترین ادوار تاریخ میهن و مملکت ما دوره ای که قرار شد انقلاب رو بر خون معماری بکنن خشت انقلاب روی خون گذاشته شد مصادره ها مصادره اموال فرار ها هر روز شمار زیادی از ایرانی ها از میهن مملکت خودشون میگریختند شمار زیادی در زندان ها شکنجه میشدند شمار زیادی اعدام یکی از عوامل خشونت ورزی در دوران انقلاب اسدالله لاجوردی بود که بعدها ترور شد یکی از یکی از پدیده های اون دوران ریختن باری از انقلابیون بود انقلابیون هوادار خشونت به محل اقامتگاه آیت الله شریعت مداری و اعمال زشت و شنی که در در خانه او انجام دادن از جمله زدن او زدن یک پیرمد یا مرد که سال که خیلی مورد احترام بود و هواداران بسیار هم داشت آقای دکتر سازگارا درود بر شما عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و خدمت همه بینندگان عزیز دوست سیلی رو کی زد به گوش های طلا شریعت مداری؟ معروفی که آقای ری شهری این زد ده. اون مقطعی بود که آقای ری شهری که از مدرسه حقانی بود دادستان انقلاب شده بود در ارتش مم. و تابستون 59 یعنی 6 هفت ماه بعد که کودتای نوژه کشف شد کسی که نزدیک به بیش از 300 افسر رو اعدام کردند همین آقای ریشه که بعد هم اولین وزیر اطلاعات شد ایشون کسی که سیلی به گوش آیت الله شریعت مداری نواخته از قراری که نقل میکنند اینی اینم درسته, این... درسته که به هنگامی که ایشون رو شکنجه میدادن چون نوعی شکنجه است دیگه دختریشو و سبیه ایشون رو هم به همونجا میارند و تهدید میکنن من شنیدم البته دلید. ولی واقعا توصیم این است که در این خصوص حالا که شما دارید زحمت میکشید واقعا کار مهمی رو در دستورتون قرار دادین اونم تاریخ انقلاب اسلامی است توصیم واقعا این است که باقی مهندس با شریعت مداریم که خوشبختانه بیرون از ایران هستند شما صحبت بکنید برای اینکه ایشون طبیعتا از بنده دقیقتر دقیق و نزدیکتر در خصوص ماجرای آیت الله مداری اطلاعات دارن و میتونن نقل بکنن ولی من هم شنیدم که حتی دختر آیت مداری عشان. رو به تجاوز تهدید کردن عشان. در حضور آیت شریعت مداری و از این کارهایی که خب بارها بعدها اتفاق افتاده دو سازگار سازگارا حضورت که کنم تمام دنیا حق داره از دیدن اعمال و دچار وحشت و حیرت پیش ما این حق رو نداریم چون ما این پدیده رو از روزهای نخست انقلاب با چشم دیدیم و تجربه کردیم دیدیم به همین نمونه الان نمونه اخیری که اشاره کردید بالاخره این مرجع تقلید بوده این مراجع تقلید شیعیان جا نام بردید از مجموعه کسانی که از مرسه حقانی آمده بودند و میخواستند انقلاب رو بر, 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 بر پایه خون معماری بکن اینا هنوز هم هستند در واقع بدونی که مکافاتی تحمل کرده باشن از بابت جنایات و ارناکی که انجام دادن امروز بسیاری از احرام ها رو کماکان به دست دارن بنابراین تفکر داعشی در انقلاب اسلامی اینا پدیده جدید نیست از همون روز نخست با انقلاب ایران به دنیا آمده و هنوز هم ادامه داره امروز خیلی نیرومندتر از گذشته آقای میبودی به نظر من به نظر من پدیده داعشی که شاید کانترپارت و معادلش رو در فضای انقلابی ایران بخوایم جستجو کنیم در سال 58 بیشتر همین هم سال آقای لاجوردی و معتلفه یا میشن و اون بخشهایی از روحانیت که همراه بودن یعنی برگشتن به احکام فقهی و اسلام عرض اولیه و نخستین و اینها و که طبیعتا ویهیکل و وسیله نقلیه خیلی خوبی این تئوری برای خشونت ورزی بود و هست ولی ولی به نظر من اون خشونت ورزی اول انقلاب هنوز منشأ تزریقش از اسلامگرایی نوع داعشی هنوز نبود او شد ابزار خوبی که اینو حملش کرد منشأش از انقلابیگری بود که میراث در واقع مسلمان دست چپ نگاه کرده بودند و انقلابیگری و انقلاب خشونت بار در واقع بلشویک و ذات مثل انقلاب فرانسه و غیره اون تفکر بیشتر حاکم بود این, این شاید بیشتر بشه گفت از توی دانشگاهی های مسلمان در آمده بود و تذریق شده بود رفته بود توی چیز و البته به سرعت در جناه ارتجایی در واقع و گرایی جنبش اسلامی متحد خود رو پیدا کرد سهل است اونا اصلا گرفتن تونتر و خشنتر شدن و رفتن اجازه بدید من اینجا یک نکته رو یه خاطره نقل کنم که البته خب چندین سال بعده من حدود ده سال پیش که از ایران اومدم بیرون یک سال خب انگلیس بودم و جراحی چشم دوتا اونجا کردم برای معالجه اصلا اومدم بعد از آخرین زندان بیرون هم چشمم هم قلبم که نیاز به جراحی داشت شبی منزل یکی از دوستان قدیمی که سال هاست در انگلیس زندگی میکنه مهمان کرده بود ما رو و من و خانومم رو اونجا خانومش دکتر داروساز بود و در یکی از چه به زنجیره های بزرگ داروی انگلیس هم کار میکرد خانم ایشون جای شما خالی قرمه سبزی هم درست کردن شامو که خوردیم نشستیم به صحبت کردن خانم ایشون در زمان انقلاب دانشجو بوده و هوادار مجایدین خلق شده بود نزدیک به 6-7 سال در همون دهه 60 تعمه به اسطلاح زندان لاجوردی رو چشیده بود شکنجه شده بود و اون خشونت ورزی ها و آزاد شده بود و طبعاً حالا ازدواج کرد و اومده بود خارج و دیگه سال هم بود خارج بود ایشون اون شب به من بسیار حرف به اسطلاح مهم می رو زد برگشت به من گفتش که فلانی ما تو رو دنبال کردیم این سالیان حالا زندان بودید اینجور اتصاب غذا کردی به تعریف کرد تحسینت می ولی من یه سوال تو دلم اجزه بده ازت بپرسم گفتم خواهش میکنم ایشون گفتش که خیلی این حرفایی که الان میزنی قبول ما, ما،, ما،, ما خیلی دوستت داریم ولی دهه شست که من زندان بودم و ماها رو اونجور شکنجه میکردن کتک میزدن تو کجا بودی؟ چرا این حرفایی که الان میزنی اون موقع نمیزدی؟ بسیار سوال درستی بود از, از آدمی مثل من من به گفتم اگر شخصی از من بپرسی کجا بودم اه اون بیگیرو ببند و ببنده من تو صنعت بودم سرم گرم کارخونه و اینا ولی این چیزی از بار گناه من کم نمیکنه من به در مجموعه حکومتی بودم که این اتفاقات داشت میافتاد اگرچه گوشه صنعتش بودم و نمیدونستم صبحم چه جوری شب میشه شبم صبح میشه و جنگم در جریان بود کارهای مهندسی و ساخت تجهیزات و غیره ولی به لحاظ فکری این سوال تو بسیار سوالی به جایی است که چرا صدام در نمیاد چرا نمیفهم گفتم تو خیلی چیز دارم نمیدونستم مثلا اون موقع ولی به لحاظ فکری من انقلابی بودم همون جایی بودم که مسعود رجوی هم اونجا بود همون جایی بودم که آقای خمینی هم اونجا بود همون جایی بودم که در واقع اکثریت ملت هم اونجا بود به تدریج ملت فهمید و آروم آروم کنار کشید اگر نفرینی باید کرد اگر درسی باید گرفت اون تفکر انقلابیگریه اون ایدئولوژیگرایی انقلابی است که مبلغ کینه است خشونته مبلغ انتقامگیریه فضایی که انقلاب درش پیروز شد خشم انقلابی کینه انقلابی مقدس بود اصلا نه فقط مجاز بود بلکه مقدس بود اصلا اگر شما میگفتی اف و بخشش و گذشت و اینا یه مارک درست شده بود میگفتن لیبراله و لیبرال به قول اه 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 یکی از دوستای ما میگفت در اون مقطع معادل فوش خواهر و مادر بود به یکی میدادی که همان که منس بازرگان که حالا آروم تر بود میانه رو بود اینا فورا از جانب چپ مارکسیستی و چپ اسلامی مارک لیبرال به پیشونش خورده بود یک ده یک و نیم دهه بعد خود من از بازرگان تازه با مبانی لیبرال آشنا شد میگه آقا این چیز خوبی بود به ما میگفتن بی خودی فکر میکردیم فوشه ولی مثل یه فوش بود در واقع آزادی خواه بودن به نظر میرسید اصلا اه... یه چیز زائدیه میخوام بگم تو اون فضا اه... درست تفکر داعشی به سرعت شد وسیله ای که خشم و خشونت و سرکوب و کشتن و اینها قشنگ سوارش شد و آدمهای خودش هم پیدا کرد امثال لاجوردی که به نظر من هم شما مرتبه گذشته نقل کردین از قول خبرنگار خارجی که گفته بود ناسالمه من هم واقعا اولین برخورد و چندین برخورد بعدی که در دوره دولت های رجایی داشتم لاجوردی آدم بیماری بود آدم روانی بود یعنی واقعا یه آدم سادیستیکی بود یا آدم بیمار و, و از این بیمارا در کشور امثال آقای موسوی تبریزی در تبریز یا رازیمی در مشهد یا در هر شهر دیگه ای از این آدم های روانی یا خلخالی معروف ترین چهره آدم کش و اون دوره خلخالی بود ای اینا آدم های روانی بودن اصلا آدم های بیماری بودن چه چیزی میدان میداد به اینکه این بیماران آدمکش روانی و خشن بیان مستر تصمیمگیری و قدرت و قضاوت بشن اون بستر فکری انقلابیگری بود انقلابیگری که شده بود تفکر حاکم اون پنجاه هشت این تفکر پیدا نشده بود این تفکر از دو دهه قبلش شکل گرفته بود پا خورده بود دهه چهل اصلا به پیروزی رسیده بود این تفکر در مقابل ناسیونالیزمی که از مشروطه اومده بود هم مصدق هم رضا هم محمد رضا شاه همه هنوز سر سفره تفکر ناسیونالیستی نشسته بودند انقلابیگری و تفکر انقلابی و کازموپولیتانیزم انقلابی و غیره که رو دست مارکسیستا اومده بود سرایت کرده بود این تو دهه ای چهل در گفتمان انقلابی ملت روشنفکری ما و عقول جامعه ما شد گفتمان غالب خب دو چه خب... ببینید کرسه جم... ساز این... جم... این درخت در واقع میوه و اه... با پیروزی انقلاب 58 و 59 و 60 و 61 شروع کرد به دادن خب ببینید جمعی که حالا شما قشنگم هم توصیف کردید به نام حکم آلت قطاله رو داشتن دیگه مجانینی که آدمکش و تبهکار بودن با دست به خشونت هایی زدن که نظیرش قبلا دستکم در تاریخ نداشتیم من اینا رو اینقدر مسئول نمیدونم من روشن فکران این مسئول میدونم که برای اینا کف میزدن در همون شورای انقلاب نشسته بودن آقایان آمد. مثل ابراهیمی ازی آقای بنیستاد فرق نمیکنه بقیه بقیه گروه ها دستی کم در برابر اینا رو سکوت کردن گاه من لبخند بر چهره اینها میدیدیم یعنی نه تنها ناراحت نبودن در که میدونستن که جمعی تبهکار امروز اهرم دستگاه غذا و همینطور زندان ایران رو به دست گرفتن اینو من نمیتونم بفهمم کامله <applause> حالا از شما آوهی. کاری بر نمی اومده درست بود که در رأس به اصطلاح هرم نشسته بودن و تمام اهرم های قدرت دستشون بود همه کاره مملکت بودن دائما به جماران میرفتن دستورات آقای خمینی رو میگرفتن اجرا میکردن یاد تو همین شورای انقلاب من شنیدم که برخی از اعضای شورای انقلاب حتی نقاب می زدن تو این کسی نیست حتی یک بار شنیدم آقای چیه فردوست در شورای انقلاب بوده با نقاب البته نمیدونم احتمالا شایعه بوده من حالا بینم شاید شما اطلاعاتی داشته باشید بفرمایید بله بله البته شورای انقلاب چندین ماه اول انقلاب یعنی شاید حتی تا آخرش که دیگه به تا به 59 میرسه و دیگه شورای انقلاب مجلس که تشکیل میشه منحل میشه و میره علنی نبود خیلی ازش رو مردم نمیشناختن معرفی نمیکن چند تا چهرش مثل آقای رفسنجانی اومدن و تازه مردم آقای رفسنجانی رو میدیدن حرف میزنه ولی نمیدونستن عضو شورای انقلاب هم هست من واقعا اون موقع یک بار از یادم نیست از کی پرسیدم آقا خب چرا اینا خودشونو رسما شورای انقلاب معرفی نمیکنه خودشو دو تا یه حرف با مزه ای زد گفت یکیش این از که خب حالا بعد از به خصوص ترور متحری و تروری که فرقان از خود همین آقای رفسنجانی آقای خامنه ای میخواستن بکنن این مخفی بودن در واقع البته ترور آقای خامنه ای بعدش اتفاق افتاد اینا چیستر شد تشدید شد میخواستن مثلا مخفی باشن تو اون فضا ولی به شوخی میگفت یه دلیلش هم این است که اینا مردم اگه ببینن اعضای شورای انقلاب اینان ممکنه اصلا ناامید بشن چون بعضیشون واقعا خیلی آفساید بودن به اصطلاح از دید مردم یا بذارید حالا که الان این بحث شده نرز کنم به نظر من مردم آمادگی این که روحانیت اینجور در رأس کارا قرار بگیره نداشتن من همیشه اینو گفتم الانم با ارز میکنم به نظر من پدران ما در انقلاب مشروطه وقتی مقابله شد تفکر مشروطه با تفکر روحانیت آل من آمدن پدران ما که اون موقع تازه سواد خیلی کمتر بود خیلی جامعه عقب تر بود بین روشنفکران دست کم خیلی هاشون بیدین مشروطه یا حتی ضد دین بودن بعضی هاشون. و بین روحانیت روشنفکتار رو انتخاب کردند و امثال شیخ فضلالله نوری رو به دار کشیدن البته به دلیل اینکه با استبداد همکاری کرده بود در استبداد سقی و مردم خیلی دل خوشی از روحانیت سنتی نداشت اما در انقلاب اسلامی در دهه چهل که فکر انقلابیگری حاکم شد یکی از اتفاقاتی که افتاد به دست روشن فکر افتاد این تفکر بازگشت به خیش بازگشت به سنت ها قرب زدگی ما باید برگردیم بازگشت به خیشتن خیش غیره و غیره باعث شد که و این شد تفکر حاکم یه بخش از تفکر انقلاب اسلامی اینجاها بود توی کتاب زدگی آل احمد بود تو بازگشت به خیش شریعتی بود توی حرفایی که از قول فنان نقل میشد بود این باعث شد که برگشتن به طبقات سنتی مثل روحانیت شد ارزش شد اصلا مد روز شما در خدمت و خیانت روشنفکران فکران آل رو نگاه کنید لو به حرف جلال آل احمد تو این کتاب این است که به روشن فکران میگه شما بین سلطان الله و روحانی آیت الله باید یکی رو انتخاب کنی و اونم آیت الله رو باید بری انتخاب کنی و یا خود ماها در قبل از انقلاب برای اینکه که مثلا شاه و شکست بدیم برگشتن به روحانیت رو نه فقط تجویز میکردیم بلکه یارگیری روحانیت در کنار انقلابی گری رو اونا رو هم انقلابی بکنیم بلکه واجب میدونستیم یعنی روحانیتی که در مشروطه مردم ما دستش در رفته بودن به دلیل افکار عقب افتادش و مخالفتش با افکار مدر در دهه چهل توسط روشن آب کشیده شد و اصلا نه فقط دیگه اشکال نداشت بلکه برگشتن بهش شد یه ارزش به اصطلاح حتی روشن فکری و شما به فیلم های اون دوره نگاه کنیم هرچی طبقه سنتی تر و چی و چی و نمیدونم اینا بود حالا روحانیت رو نشون نمیتونستن بدن تو سینما اینا همه آدم های خوبی هست. همه آدم های درستی مثلا سرمایه بدن خارجی ها بدن و در سایر حرفها و انقلاب که پیروز شد خب با کمک روحانیت اومد اولا روحانیت تونست بعد از یه مدتی بقیه بیرون کنه همون به رو... اتحاد روحانی بازار عملا روشنفکرها رو برد به درجه دو سه ثانیا روحانیت هنوز مردم آمادگی نداشتن که روحانیت بیاد مستر کارا بشه با یعنی هنوز عادت نکردن مثلا روحانی وزیر بشه یه, یه آخوندی یه روحانی یا بشه در رأس سیاست آقای خمینی هم اینو میفهمید به هم دلیل حواسش بود که خیلی روحانیت جلو نیفته یکی از دلایلی که شورای انقلاب مخفی هم بود این که در واقع من میگم این قرص و آروم آروم به خورده مردم دادن و اجازه بدید اینم بگم به شوخی من ارزون کنم میگم در واقع به دست روشن فکرها انقلابیگری که دوست داشتن انقلاب بکنن و حاکم بشه به این شکل بود که اومدن تحصیل کرده های مسلمون امثال بازرگان و شریعتی و غیره و نشون و مردم دادن که آقا ببینید مثلا این انقلابی که ما میگیم حکومت شاه میره اینا میان که خب حالا آدم های مذهبی هستن ولی خب به روزن مهندسن دکترن غرب تحصیل کردن جواب همه دنیا رو بلدن بدن چهار تا مکتب غربی رو بلدن حرف بزنن راجبش بهش و به هر حال خوب بعد مردم اعتماد کردن که میشه مملکت رو بدی دست اینا یکی از دلایلی که انقلاب رو برحال بهش اقبال کردن اما ما در واقع به تعبیر دختر کوچیک رو نشون مردم دادیم دختر بزرگر رو براش عقد کردیم وقتی مردم انقلاب پیروز شد اتفاقی که در عمل افتادیم نیست که همون روحانیتی که 80 سال پیش از دستش در رفته بودن اومد حاکم شد البته این توطعه شخص خاصی نبود و خود روشن فکرام باور نمی کردن که اینجور هست بشن از موازه کلیدی انقلاب به تدریج از موازه کلیدی نه فقط انقلاب روشن فکر رفتن عقب بلکه سرکوب هم شدن یواش هم شدن دست دو و دست سه طی یک دهه بعدش و خود آقای خمینی هم چیز بود ولی راجب اینی که میگید در شورای انقلاب سکوت میکردن یا لبخند میزدن روشن فکران ما هم به نظر من کاملا درسته من احوال خودم رو عرض کردم در اون فریم و چارچوب فکری که به فکری کشور حاکم بود این کارها رو بد نمیدونست کسی من چندی پیش یک کسی دوست ما صحبت مرحوم آقای طالقانی بود که خب آقای طالقانی فوت کرد اگر مونده بود قطعا با آقای خمینی دعواش میشد و آقای طالقانی سرکوب چپ چپ مارکسیستی و چپ اسلامی که شروع شده بود از همون تابستون سال 58 ایشون مخالف بود وای میساد حالا در همون 19 شهریور 58 هم فوت کرد و ایشون نموند وگرنه به نظر من ممکن بود آقای طالقانی به زندان هم بیفته یا حتی اعدام هم بشه یه کسی صحبت میکردی میگفتش که آقای طالقانی مخالف بود اینا گفتم ولی یادت باشه حتی همین آقای طالقانی که من هم براش بسیار احترام قائلم و مرد بزرگی بود اما ایشون هم در مقابل خشونت ورزی که اولین موج خشونت ورزی انقلابیگری علیه سلطنتی ها بود علیه جنرال ها بود علیه نظامی های شاه بود علیه وزیر های شاه بود علیه اه 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 کارگزارانی که خیلی هم سیویل بودن و حتی نظامی هم نبودن علیه فرخروی پارسا بود ایشون هم سکوت کرده بود یعنی خشونت ورزی انقلابی فی نفسه بد نبود این که حالا علیه کی به کار بگیری خود محل مناقشه بود و با شما کاملا موافقم نه فقط در درون شورای انقلاب و روشن فکران مسلمان ما کسی خیلی مشکلی نداشت با خشونت ورزی انقلابی بیرون از شورای انقلاب و بیرون از اصلا از مسلمونا سالها بود هژمونی روشن فکری کشور دست چپ ما بود بزرگترین ناشرای ما روزنامه نگارای ما نویسنده هامون خیلی هاشون دیدگاهشون خواستگاهشون از چپ و مارکسیزم اومده بودن اونها هم مشکل نداشتند. اگرچه این تیغ بعدنگلی و اونا رو هم برید و قتل آمشون کرد ولی مشکلی نداشتن به هم شروع شده بود در همه جا در واقع در کردستان دست به پاره از مخالفین مثل دموکرات یا حزب کموله دست به اسلحه برده بودن و جنگ شده بود اونجا خشونت ورزی و حتی باعث انشعاب در اینا هم شده بود مثلا در حزب دموکرات غنی بلوریان که به حزب توده نزدیک بود چون حزب توده میخواست به حکومت نوپا نزدیک بشه اونا مثلا از حزب دموکرات انشعاب کردن یا در کانون نویسندگان هم انشعاب شد آقای بهازین و غیره که به حزب توده نزدیک بودن اختلاف شد تو کانون نویسندگان هم انشعاب شد میخوام بگم این ماجرا بذارین حالا جایی که خودم من بودم در نهزت آزادی ایران که من عضو بودم و به عنوان عضو شورای مرکزی سی نفره انتخاب شده بودم حتی حالا کل نهزت چه شست آدم بود ده 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 سی, نفر شده بودیم شورا پنج نفرم هیئت دبیران انتخاب شده که من عضو دبیران هم بودم در داخل نهزت آزادی هم این شروع شده بود من قبلا از کردم سر کاندیداتوری آقای مهندس بازرگان این دعوا شدت گرفت در شورای مرکزی نهزت و اونجا ماها که انقلابی تر بودیم رادیکال تر بودیم چپ تر بودیم مخالف بودیم آقای مهندس بازرگان کاندیدای ریاست جمهوری بشه به دو دلیل یکی اینکه واقعا موازهش رو قبول نداشتیم فکر کردیم که به قدر کافی انقلابی و تندرویشون نیست دوم این که فکر می‌کردیم جلوی بنی هم شکست بخوره و آقای بازرگان براش خوب نیست که چیز بشه یه مقدارم بحث خود ایشون بود ولی خود آقای بازرگان میخواست کاندیدای ریاست جمهوری بشه ولی اصل دعوا ماها که ده یا نفر بودیم از اون جمع جدا شدیم به ریاست های بند صحابی اصل مشکلمون این بود که چپتر و رادیکالتر داری بازرگان مثلا در قصه گرفتن سفارت آمریکا که اون روزا در جریان هم بود درسته ما یه مقداری اون انشعاب رو به تأخیر انداختیم به دلیل اینکه خب میدیدیم این خیلی بده که ما در بحبوهایی که دارن هر روز یه سند میکشن بیرون که آقای بازرگان و دوستانش مثلا غیر انقلابی هن و آمریکایی هن اصلا این شده بود سکه روز و فوش و فوشکاری ما هم جداشیم بگیم که انگار ما موافق اون حرف هستیم برای ما به تأخیر انداختیم تا سال 59 ولی بحثا داخل شورای مرکزی به شدت بود ماها ضد امریکایی تر ضد امپریالیزم ضد نمیدونم استکبار حالا لغت هایی که به کار میرفت و طرفدار اطلاعات که الان که آقای سازگارا حالا شما که در اندرونی بودیم ما در بیرون پشت دیوار بودیم ولی واقعا الان وصفی که شما میکنید من متوجه میشم که ایران نایانواری یک دوری از تاریخ خودش میشه دوره تاریک سیاه انگاری گذشته وجود نداشته مولوی نبوده فردوسی نبوده حافظ نبوده سعدی نبوده بو علی نبوده این جامعه تبدیل میشه یعنی دستگاه این دست سیستم حکومتی یک سیستم حکومتی بی اخلاق بی فرهنگ و از همه بدتر بی وجدان یعنی وجدان رو توف کرده بود و این واقعا هولناکه یعنی فکر کنید گروه های از دیدن مصیبت دیگران خوشحال بشن یعنی ما جمعی داریم در هیئت حاکمه ایران که از دیدن مصیبت هموطنان خودشون دچار ذوق زدگی میشن دچار خوشحالی و شادمانی میشن احساس قدرت میکنن ان وصفی که شما به دست دادید من رسول به این نقطه واقعا اصلا خیلی اسباب تثر. امیدوارم هرگز این دوره از تاریخ ایران تکرار نشه برای هیچ نسلی برای هیچ نسلی و متاسفانه همون که بانی و باعث بودن امروز امروز در واقع میشه گفت که جز عناصر نیرومند همین انقلاب به شمار میاد یعنی با این تجربیاتی که داشتن در تبهکاری پرونده سازی کشتار اعدام سرکوب نمیدونم واقعا خیلی من تشکر میکنم از شما آقای سازگارا خواهش خیلی وصفی که کردید خیلی حولانگیز بود خیلی حولانگیز بود من به همین دلیل آقای میبودی کاملا موافق این هستم که ما خاطرات انقلاب رو و باز هم منم از شما تشکر میکنم و بینندگانی که این بحث رو دنبال میکنند باز کنیم بشکافیم برای اینکه نسل جوان ما ما دیگه براش کاری نمیتونیم بکنیم من نسل ما به نظر من نسل بدیه برای اینکه خیلی هم انحصار طلبه یعنی در قدرت که رفته هنوز شما ببینید پیرمرد شدن همشون راست قدرت هست و نه فقط در مناسب حکومتی نسل جوان راه نمیده بلکه در اپوزیسیون و روزنامه نگاری و غیره هم نسل ما رها نمیکنه در حالی که به نظر من نسل ما حد اکثر کاری که میتونه بکنه این است که تجربیاتش رو درست به نسل جوان منتقل کنه که اشتباهات ما رو دیگه نکنه آفرین بر شما تشکر میکنم خدا نگه